سر خط خبرها. مردم ریختن تو آگاهی. اعتراض‌های سراسری به افزایش قیمت بنزین در ایران. فرماندار سیرجان میگوید یک نفر در اعتراضات دیشب کشته شده. گزارش‌ها از اختلال در اینترنت در شهرهای مختلف ایران. شاهدان میگویند اینترنت تلفن‌های همراهشان قطع شده. خشونت و تیراندازی در بهبهان در استان خوزستان. افزایش ناگهانی قیمت بنزین معترضان را در بسیاری از شهرهای ایران به خیابان کشاند. و استقبال تظاهر کنندگان بصره از حمایت آیت الله علی سیستانی. معترضان راه ورودی به یک میدان نفتی را در این استان بستند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران اعتراض‌های خیابانی به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در بعضی از شهرها به خشونت کشیده است. دو شاهد به بی بی سی فارسی گفتند در بهبهان در استان خوزستان یک نفر کشته شده. مقام‌های محلی هنوز این خبر را تایید نکردند. به گفته فرماندار سیرجان یک نفر هم در درگیری‌های دیروز سیرجان کشته شده. در بعضی دیگر از شهرها از جمله در تهران، شیراز، تبریز و سنندج اعتراض‌ها به خشونت کشیده شده و معترضان راه را بند آوردند. تصمیم دولت اعتراض جمعی از نماینده های مجلس را به دنبال داشت. آنها معترضند که دولت بدون در میان گذاشتن مجلس چنین تصمیمی را گرفته. نیکولاس نیکزاداد گزارش می‌دهد. ادامه نارامی ها در چهارگوشه ایران. اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین. اینجا در بهبهان تیراندازی نیروهای امنیتی تایید شد. اینجا مردم در بوشه زیر پمپ آب شعار می‌دهند. اینجا در ساری مردم حسن روحانی را هدف شعارهایشان قرار دادند. رئیس جمهور ایران که گفته بود درآمد حاصل از افزایش قیمت تماماً بین 60 میلیون شهروند مستحق تقسیم می‌شود. بیشتر در سیرجان، جایی که ایرنا خبرگزاری دولتی اعتراض‌ها را شدید توصیف کرده بود، محمد محمود آبادی فرماندار کشته شدن یک نفر را تایید کرد، اما گفت ماموران امنیتی اجازه زدن تیر مستقیم به معترضان را نداشتند. او همچنین درباره مجروحان جمعه شب در سیرجان گفت نمیتوان با یقین گفت با تیر مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شده باشند، چون بعضی از پشت و پهلو ضربه خورده‌اند. اعتراض بنزین 3000 تومانی شیراز، چهار ریشمند. افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است، نهادی که رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای تأسیس کرده و اختیارات بی سابقه‌ای دارد. بعضی از نمایندگان مجلس از اعلام ناگهانی این خبر و کنار گذاشته شدن مجلس در این فرایند گله کردند. پروانه سلحشوری نماینده تهران در توییتر نوشت مردم ابراز نگرانی میکنند. هموطنان، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. همین رکن دموکراسی را نیمبند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شده. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده اصولگرا هم از رئیس مجلس پرسیده اگر جناب عالی مطلع بودید چرا نمایندگان را در جریان قرار ندادید و اگر اطلاع نداشتید نقش و جایگاه مجلس چه میشود؟ در بیرون از ایران شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران با کنایه نوشت نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق سر کار آمد نفت را برای حامیان غیر ایرانی اش و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. در این حال حتی گزارش روزهای سخت آسان نیست. یزدان مرادی خبرنگار روزنامه سازندگی در توییتر از قول یک رئیس نوشته منفی ننویسید حذف میشه. مهدی احمدیان هم کاریکاتوری را که روزنامه آرمان ملی اجازه انتشارش را نداده در توییتر منتشر کرده. پلیس ایران گفته بود آرامش در کشور برقرار شده، اما این تصاویر داستان دیگری را حکایت می‌کنند.
نیکولاس نیکزاداد، بی بی سی. علی افشاری تحلیلگر مسئله سیاسی ایران از واشنگتن با ما هستند. آقای افشاری، در ایران الان اعتراض هایی که به قیمت افزایش قیمت سوخت شروع شده از دیروز تا حالا داره هر لحظه افزایش پیدا میکنه. فکر میکنید که مسئولان با این تصمیم هایی که گرفتند فکر میکردند که چنین واکنشی را از مردم شاهد باشند؟ خب با توجه به برخوردهایی که تاکنون انجام دادن به نظر میرسه که حداقل انتظار نداشتن در این سطح اعتراضات ایجاد بشه و شهرها دچار ناآرامی بشن و به نظر میرسه که این روند یک روند فزاینده هم باشه و در به اصطلاح ساعات و روزهای آینده هم گسترش پیدا بکنه. خب خیلی سریع با مداخله نیروهای امنیتی هم به خشونت کشیده شده. فقط یه نکته باید در نظر داشت که نکته عجیبی هست، نیروهای اصولگرا به خصوص بخشای افراطی اونها از روزهای قبل به نوعی هشدار داده بودن که ممکن است که چنین اقدامی منجر به یک سری شورش‌های گسترده‌ای در کشور بشه و اون چیزی که اونها ناآرامی‌های هدایت شده عنوان می‌کنن در عراق و لبنان، اونها همین شورش‌ها به داخل ایران کشیده بشه و به نظر میسه حداقل اون بخش یک اطلاع یا یک آمادگی ذهنی داشتن ولی بخش‌های دیگه حکومت نداشتن و الان به نوعی میشه گفت که غافلگیر شدن. همونطور که مردم از افزایش ناگهانی قیمت بنزین به 3 برابر اون به اصطلاح متعجب شدن و با توجه به تجارب قبلی میدونن که علی‌رغم همه ادعاهایی که دولت میکنه که به حال بخش عمده درآمدی که از این افزایش بها کسب میکنه رو به اقشار نیازمند برمیگردونه یا تأثیراتی بر افزایش قیمت کالاهای دیگه نخواهد داشت، این ادعاها در گذر تجارب تاریخی رد شده و مردم هم به حق نگران شدن. چقدر فکر میکنید که این ناآرامی ها و این اعتراض ها که عمدش هست به وضعیت معیشتی چقدر شباهت داره به اعتراضات مشابه این در گذشته و اگر تفاوت داره چه تفاوتی با قبل داره؟ خب به نوعی میگم شباهتش زیاد هست با اعتراضات در اصل معیشتی یا اون اعتراضاتی که در حوزه اقتصاد سیاسی میگنجن، اما تفاوتش این است که این بار خیلی مشخص در واکنش به یک اتفاق این بروز پیدا کرده. خب اون اعتراضاتی که در دی ماه 96 بود طیف گسترده تری رو در بر میگرفت، خیلی نمیشه که واکنشیه، ولی این بار در واکنش به تصمیم دولت در افزایش 3 برابری ناگهانی بهای بنزین انجام شده. البته باز ما در گذشته مثل بار اولی که دولت احمدی نژاد سیاست آزادسازی بنزین رو در پیش گرفت شاهد اعتراضاتی از این دست بودیم، یا در گذشته بوده که دولت به هر دلیلی اومده و قیمت یک کالایی رو افزایش داده، ما شاهد خشم افکار عمومی بودیم که به هر در قالب اعتراضات خیابانی یا حمله به یک سری ساختمان‌ها و اماکن دولتی بروز پیدا کرد. اما نکته مهم به نظر من که ممکنه که یک سرشت متفاوتی رو به این اعتراضات بده، اینها زمینه ساز، تسهیل کننده و کاتالیزور یک سری حرکت‌های اعتراضی گسترده بشن در شرایطی که شکاف بین نظام سیاسی و مردم به معنای عامش خیلی گسترده هست و هیچ افق روشنی هم برای کاهش اون دیده نمیشه. تمامی نهادهای یعنی نیروهای جامعه مدنی که میتونستن واسطه باشن و به نوعی مذاکره بکنن، خب بین مردم و حکومت هم سرکوب شدن، با حاشیه رونده شدن. در این فضا این نوع حرکت ها به نوعی استعداد اینو نشون میده که جامعه ایران در آینده دستخوش حرکت های اعتراضی گسترده بشه که در نهایت یک هدف سیاسی رو دنبال میکنه. این که دولت ایران اعلام میکنه که از هفته آینده شروع میکنه مبالغی رو پرداخت کردن، حالا مشخص نیست دقیقاً این در قالب نقدی خواهد بود و یا به صورت چه کمک هایی به مردم ارائه میشه، چقدر میتونه واقعا مردم رو و اون طور که اقشار نیازمند اونها رو دولت توصیف میکنه راضی بکنه؟ خب این برمیگرده اول ببینیم که دولت چگونه میخواد این کار رو انجام بده و بعد از همه مهمتر در از موازنه، یعنی تأثیری که این پرداختی که حالا میتونه مستقیم ریالی باشه یا غیر مستقیم باشه بر سبد هزینه درآمد خانوارها خواهد داشت، یعنی میزانی که این اضافه میکنه آیا از تأثیرات این تصمیم دولت، تأثیرات تورمزاش
از اون بیشتر هست یا نه. یعنی در نهایت درست دولت یک پولی رو میده، ولی افزایش قیمت کالاهای دیگه در نهایت باعث میشه که فرد، یعنی کسی که متولی به اصطلاح یا سرپرست خانوار هست، ببینه که در آخر ماه قدرت خریدش کمتر شده، خب این طبیعتاً راضی نمیشه. ولی الان مسئله بی‌اعتمادی هست که حاکمه و یک خشمی که مردم از حسن روحانی پیدا کردن به طور مشخص، که از یک غرور بسیار زیاد این فرد، نوسانات زیادش، بعد عهدی‌ها و زیر زدن قول و قرارهایی که داشته، این بی‌اعتمادی گسترده است و در این شرایط من فکر نمی‌کنم دولت بتونه رضایت آنچنانی رو در بین معترضین به دست بیاره. یکی از انتقاداتی که معمولاً در چنین مواقع این چنینی میشه از تلویزیون دولتی ایران هست، از پوشش، نحوه پوشش این اعتراض‌ها که یا ندیده گرفته میشه و یا معترضین اغتشاشگر توصیف میشن، و این به نوعی تناقض داره با اینکه خب به هر حال همین الان میبینیم که بعضی از مسئولین دارن واکنش میدن و یا بعضی از نماینده‌های مجلس گفتند که باید جلسه در مجلس به این موضوع به صورت جدی پرداخته بشه. بله، این تفاوت دیده میشه، ولی خب الان به نظر میرسه که یک رویکرد امنیتی هم داره. مثلا الان خبرگزاری های مثل تسنیم، مثل فارس نیوز که در اصل اینا رسانه نیستن، شبه رسانه هستن و نزدیک با نهادهای امنیتی کار میکنن، اینا تقریبا از ساعت پیش یک رویه مشابهی در پیش گرفتن که در همه شهرها اعلام میکنن که در اینجا اعتراضات انجام شده، مسالمت آمیز بوده، معترض به افزایش بهای ناگهانی بنزین بودن، بعد بلافاصله میگن مسالمت آمیز بوده و همه معترضان هم با کسانی که میخواستن اغتشاش بکنن مخالفت کردن و گفتن اینها از ما نیستن. به نظر میرسه که حالا جدا از اینکه به هر حال بخشایی از حکومت و به اصطلاح پایگاه اجتماعیشون هم ممکن است منتقد و معترض این تصمیم دولت باشن، ولی به نظر میرسه که نظام برای به اصطلاح مهار تبعات سیاسی این اعتراضات و سرکوب اونها و اساساً اینکه جمهوری اسلامی نمیپذیره اعتراض مردم رو، یعنی مشکل اصلی این هستش که اساساً اینا مثلا فرض میکنن نمیان اعلام بکنن که کسانی که معترض هستن برن در یک میدان به خصوص شهر، کسی هم متعرض اینها نمیشه اگه بشه که مسالمت آمیز مخالفتشون رو اعلام بکنه. خیلی سریع به همه میگم برگردید تو خونه هاتون متفرق بشید، چون به حال بحثش که چرایی این موضوع خب بحث مفصلی رو میطلبه. اما الان به نظر میرسه که همون بحث این که تقسیم بین تفکیک معترضان، متهم کردن برخی که به دنبال بهره برداری سیاسی هستن یا دارن تخریب میکنن و بعد سرکوب و امنیتی کردن فضا. موضوع این هست که حالا اگر این اعتراض ها از شدت اعتراض ها کاسته بشه و دولت اونطور که میخواد این اعتراض ها رو مهار بکنه و این افزایش قیمت ها همچنان به همین شکلی که الان هست با وجود اعتراض ها ادامه پیدا کنه، آیا میشه الان پیش بینی کرد که وضع معیشت مردم چه خواهد شده، تاثیرش بیشتر در میان مدت بر وضعیت مردم چه خواهد بود؟ ببینید، البته این قابل درک هست که خب دولت یعنی قوه مجریه واقعا در تعینا هست و دخل و خرجش نمیخوره و این مشکل هم یک مشکلی هست که میراث تاریخی غلطی هست که از زمان پهلوی دوم گذاشته شد و اقتصاد ایران به شدت دولتی شد و این دولت بود که متکفل و تعیین کننده قیمت کالاها شده و تا به امروز هم گرفتار این مسئله شده. خب در زمانی که دولت درآمدش بالا هست نگرانی نداره، از جیب اموال عمومی کشور میاد و جامعه رو عادت داده به این که به هر یک سری حمایت ها و یک سری به اصطلاح یارانه هایی را به صورت علنی و به صورت غیر علنی و غیر مستقیم از این خصوص به اصطلاح برخوردار بشن و عملا اقتصاد کشور به این ترتیب وابسته شده. این قابل درک هست، منتها این تصمیم ممکنه جداگونه یک منطقی توجیهاتی داشته باشه، ولی به دلیل اینکه یک تصمیم بخشی بوده، یک نگاه جامعه پشت سرش نبوده، اون برنامه‌ریزی نکردن، براش یک روال تدریجی رو تعریف نکردن، جامعه رو اقناع نکردن، اساسا نیاز به این مسئله ظاهرا احساس نکردن، این معلوم نیست که پیامدهای میان مدت و دراز مدت اون چه خواهد بود. و مشکلات اقتصاد بحران زده ایران هم بسیار فراتر از این نوع تصمیم گیری های موردی هست متاسفانه. یعنی به هر صورت این واقعا بهبود وضع معیشتی مردم در ایران
گره خورده به یک سری تغییرات سیاسی عمیق و ساختاری و از اون مهمتر سیاست خارجی کشور باید تغییر پیدا بکنه. در غیر این صورت در چنین فضایی قطعا وضع اقتصادی مردم خرابتر نشه بهتر نخواهد شد. اما مطلب دولت داره مانور میده که بله الان اقتصاد به طور مشخص اشاره میکنم به وضعیت قیمت ریالی دلار، بله نرخ منفی کاهش پیدا کرده ولی کماکان منفیه و آینده به صورت چشم‌انداز تیره تری داره. من شخصا نسبت این قضیه بدبین هستم که تأثیرات مثبتی رو در میان مدت یا دراز مدت این تصمیم بر زندگی مردم بگذاره. البته ممکن استش تأثیرات تورمزاش در گذر زمان کمتر بشه. متشکرم از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ما. همونطور که گفتیم در بهبهان نیروی انتظامی در درگیری با معترضان تیراندازی کرده. به گفته شاهدان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر بهبهان در حال آماده باش هستند. همچنین دو شاهد به بی بی سی فارسی گفتند یک نفر در جریان اعتراض‌های بهبهان کشته شده است. ما منتظریم که خبرهای بیشتری درباره بهبهان دریافت کنیم. مقام‌های محلی هنوز مرگ کسی را در بهبهان تایید نکردند. تصاویری از درگیری‌های بهبهان به دست ما رسیده که دعوت میکنم با هم ببینیم. از سیرجان که در نزدیکی فرد تیر خورده ای که گفته شده الان در گذشته برای ما از آخرین وضعیت این شهر گفت. تاریخ دقیقش 24 آبان بود. مکانش هم میدون پلیس راه ما بهش میگیم، نزدیک شرکت نفت. مردم رفتن سمت شرکت نفت، از داخل شرکت نفت سمت مردم تیراندازی کردن که 5 نفر تیر خورد. این بنده خدا هم که تیر خورد به سرش وسط جاده وایسادن داخل شرکت نفت نبود. از جهتی که تیر خورد بود به سرش و جهتی که خون ریخته بود مشخص بود که از سمت شرکت نفت، از داخل شرکت نفت بشتنده. من دقیق ندیدم ولی افرادی که اونجا بودن میگفتن مامورای نیروی انتظامی که داخل شرکت نفت بودن بهش تیراندازی کردن. چند تا از بچه ها میگفتن که اون بنده خدا که تیراندازی کرده مامور انتظامات فرمانداری بوده. وضعیت الان هم که خوب نیست، پلیس و پلیس نوپو مرتب داخل شهر میچرخن که کسی تجمع نکنه. دسترسی به اینترنت هم برای تلفن همراه کلا قطع، اینترنت وایفای درست مشکل نیست. همونطور که شنیدیم ظاهرا اینترنت در شهر سیرجان مختل شده. مخاطبان ما از شهرهای تهران، عراق، اهواز، هشتگرد، مشهد، اصفهان و بعضی مناطق کرج هم درباره قطعی یا اختلال در اینترنت تلفن همراهشون خبر دادند. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از نیویورک با ما هستند. آقای رشیدی، شما بیشتر چه میدونید در مورد اختلال اینترنت در ایران؟ در واقع از دیشب شروع شد، دیشب به وقت ما تو نیویورک خدمتتون عرض می‌کنم، از اون موقع شروع شدش که اختلال‌ها توی شبکه اینترنت به ویژه بخش دیتای موبایل به شدت افزایش پیدا کرد، به طوری که امروز تقریبا میشه گفت تو شهرهایی که تظاهرات در جریان است تقریبا اینترنت موبایل قطع. ایرانسل و همراه اول دو تا شرکتی هستن که بیشترین گزارش‌ها داره ازشون میرسه مبنی بر اینکه اساسا دیتای موبایل ندارن، بعضی از مناطق حتی آنتن هم ندارن. به نظر میاد که دارن سعی میکنن اختلال ایجاد بکنن روی شبکه مشخصا موبایل و دنبال این هستن که یه سری از اپلیکیشن های در واقع ارتباطی که امن هستن مثل سیگنال رو هم به نظر میاد دارن سعی میکنن اونا رو هم مسدود بکنن. این موضوع معمولا به چه دلیل اتفاق میفته؟ برای اینکه وضعیتی که ممکنه بحرانی تر بشه کنترل بشه؟ ما معمولا همیشه به طور سنتی تو ایران با این وضعیت سر و کار داشتیم که هر زمانی که تظاهراتی توی خیابون در جریان بود اینترنت رو مختل می‌کردن.
هر چقدر که ایران در واقع داره اون زیرساخت خودش رو توسعه میده، اون شبکه ملی اطلاعات رو توسعه میده، میره جلو، این اختلال هدفمندتر میشه. یعنی شما اگه مقایسه بکنیم با سال 88، سال 88 که دفعه کل اینترنت رو قطع کردن، هرچی میایم جلوتر میبینیم نه، میان یه ذره هدفمندترش میکنن، زیرساختشون رو توسعه دادن، فقط موبایل رو قطع میکنن، یه جاهای فقط میان تو یه سری مناطق خاص اختلال به وجود میارن و هدف کلیش هم همین هستش که در واقع تصاویر و اطلاعاتی که توی اون صحنه داره، توی اون لحظه داره اتفاق میافته رو جلوشو بگیرن تا منتشر نشه. چه سرمایه گذاری برای این کنترل صورت میگیره؟ شما میگید هر سال داره هدفمندتر میشه. ببینید، ایران در واقع از بعد از سال 88 مقامات ایران متوجه این شدن که کلید کنترل اعتراضات، یا حالا اگه نگیم کلیدش، یه بخش بزرگی از داستان در این هستش که بتونن روی اینترنت کنترل داشته باشن. افرادی مثل آقای فیروز آبادی که دبیر شورای عالی فضای مجازی هستن، عالی ترین نهاد سیاست گذاری تو اینترنت ایران، خیلی روشن به این موضوع اعتقاد دارن و گفتن که ما نباید اجازه بدیم مردم آزادانه تو اینترنت هر کاری دلشون میخواد انجام بدن. بنابراین روی اینترنت ملی سرمایه گذاری کردن به شکلی که اگر روزی مجبور بشن اینترنت رو قطع کنن، شبکه داخلی بتونه بدون مشکل کار بکنه. هر چقدر که میرن جلوتر، توان خودشون رو برای کنترل کردن و محدود کردن مردم افزایش میدن. در این وسط نمیشه اصلا منکر نقش در واقع دولتی شد که اینترنت ملی رو پیاده سازی کرد. دولت آقای روحانی تا قبل از اون پول زیاد خرج میشد ولی عملا انجام نمیشد، ولی مقامات وزارت ارتباطات در واقع نقش کلیدی رو داشتن در توسعه این شبکه که به خودی خود چیز خوبی هستش، مشکلی نداره، ولی موضوع سیاست‌هایی هست و نحوه استفاده‌ای که داره از این سیرساخت صورت می‌گیره. پس فکر می‌کنید در کل موفق بودن به این هدف خودشون برسند؟ تا حد خیلی زیادی به نظر موفق بودن. طبیعتاً آقایون همچنان راضی نیستن، کنترل بیشتر می‌خوان. ولی خب ما مثلا تو دو سال سه سال گذشته، زمانی که اعتراض سراسری در جریان بود، شاهد این بودیم که اینترنت برای حدود نیم ساعت قطع بود بدون اینکه شبکه داخلی به مشکل بخوره. بنابراین میشه گفت توی کور قضیه، اصل قضیه موفق بودن، منتها به دلیل اینکه بخش خیلی زیادی از این ارتباطات با خارج از ایران هستش. فقط مسئله زیرساخت اینترنتی نیست، کسب و کارهایی تو ایران وجود دارن که با بیرون ایران باید کار کنن، اپلیکیشن‌هایی وجود دارن که با بیرون ایران باید کار بکنن. بنابراین اینها هنوز موانعی هستش که در سر راه حکومت ایران قرار داره برای اینکه بتونه اون هدف نهایی خودش رو که جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت بین‌المللی هست رو در واقع بهش برسه. از یک طرف آقای رشیدی، ما دولتی رو داریم که همطور که شما گفتید سرمایه‌گذاری خیلی عظیمی رو میکنه برای اینکه کنترل هرچه بیشتری داشته باشه بر اینترنت، و از طرف مردمی رو داریم که دارن سعی میکنن با هر آنچه که در توان دارن با این مقابله کنن، و میبینیم که در شرایطی اینچنینی، مثلا در روزی مثل امروز، شبکه‌های خبری مثل ما همچنان از مردم ویدیو و محتوا دریافت میکنن. فکر میکنید که این کشمکش بین در این کشمکش بین مردم و دولت در ایران، دولت برنده مطلق هست؟ از حوزه اینترنت و تکنولوژی بهش بخوام نگاه بکنیم، فکر نمی‌کنم. ببینید، همیشه اینا میتونن مشکل به وجود بیارن، سخت بکنن، کما اینکه کردن، ولی در تمام این مدت هیچ وقت موفق نشدن که به شکل کامل این ارتباط رو قطع بکنن، مگر اینکه مثلا برن به سمت پلنایی مثل پلنایی که مثلا کره جنوبی مثلا پیاده میکنه که اساسا قطع هستش با دنیای خارج، که اونم بعید هستش به خاطر نوع ساختار جامعه‌ای که ما تو ایران داریم، نوع ارتباطی که با خارج از کشور وجود داره، خیلی بعید هستش که به این سمت برن. بنابراین تلاششون این هستش که کنترل رو بیشتر بکنن، هویت افراد رو شناسایی بکنن. همین چند وقت پیش وقتی ما دیدیم طرح وی پی ان قانونی رو مطرح کردن، یکی از اساسی ترین نکات کلیدی پشت این طرح این هستش که بتونن بفهمن چه کسی تو اینترنت داره چه جور محتوایی رو مشاهده میکنه. بنابراین اینا به این سمت میرن که کنترل روی افراد به وجود بیارن و در واقع بتونن محدودیت رو به این شکل وجود بیارن که ببندن همه جا رو، یه سری درهای کوچیکی رو باز بذارن برای ورود و خروج که اون درها هم به شدت به شکل امنیتی کنترل بشه. به کره اشاره کردید، البته فکر می‌کنم منظورتون کره شمالی بود. آقای رشیدی، الان این کسانی که همچنان از اینترنت به هر حال به نوعی به اینترنت دسترسی دارن و موفق میشن که برای همدیگه یا در خارج از ایران محتوا ارسال بکنن، آیا چه حد باید نگران باشن که داره کنترل میشه این محتوا؟ ببین، در درجه اول هرگز نباید از پیام‌رسان‌های داخلی یا هر پیام‌رسانی که بذاری اینطوری بهتون میگم، هر پیام‌رسانی که به نظر میاد که ایران میتونه روش کنترل داشته استفاده کرد، که طبیعتاً اونایی هست که سروراشون در داخل ایران قرار دارن،
سعی کنن از پیام رسانه‌های امن مثل سیگنال استفاده بکنن. اگر از سیگنال استفاده میکنن یا اگر از حتی تلگرام استفاده میکنن، گزینه‌های حذف پیغام و حذف خودکار پیام‌ها رو فعال بکنن که وقتی پیامی ارسال شد بعد یه مدتی از بین بره. اگر به گوشیشون دسترسی کسی پیدا کرد، حداقل متوجه نشه که کی با کی داشته حرف می‌زده. حتما از فیلتر شکن‌های استفاده بکنن که امن هستن، میدونن که در واقع اون فیلتر شکن‌هایی که تو داخل ایران خرید فروش میشه از طریق سیستم بانکی ایران پولش پرداخت میشه، اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد. سایفون، اون چیزهایی که از پس کوچه میشه دریافت کرد، اینا معمولا فیلتر شکن‌های امنی هستن که میتونن ازش استفاده بکنن. تایید هویت دو مرحله‌ای رو حتما روی تمام حساب‌های خودشون، ایمیل، تلگرام، واتساپ، ارشاد که اینستاگرام، رو همه اینا فعال کنن. و بسیار بسیار مهم هستش که دقت بکنن کد تایید هویت دو مرحله‌ای رو توسط پیامک نباید دریافت بکنن. اگر روی اینترنت بگردن راه حلایی که چه شکلی میشه اینو به شکلی فعال کرد که پیامک ارسال نشه پیدا خواهند کرد. اینا نکات بسیار کلیدی هستش که برای امنیت و حفظ هویتشون بسیار مهم است که رعایت بکنن. از ایران در مورد واتساپ صحبت کرده بودند و اینکه در بعضی مناطق واتساپ فیلتر شده بود. آیا چنین چیزی ممکنه و اینکه واتساپ قبلا از اپ هایی بود که امنیت گفته میشد که امنیت بالایی داره؟ واتساپ در واقع با دستور آقای روحانی تو دولت اولش با دستور مستقیم ایشون رفع فیلتر شد. تا قبلش فیلتر بود و تا الان من شواهدی نمیبینم مبنی بر اینکه فیلتر داره روش اعمال میشه. بیشتر به نظر میاد نتیجه اختلالاتی هستش که داره توی شبکه کلی اینترنت به وجود میارن. یه سری از پکت ها بین راه که ارسال میشن گم میشن. به نظر میاد بیشتر مسئله اختلال توی شبکه اینترنت هستش. واتساپ هم امن هستش، اما دلیلی که من میگم سیگنال برای این هستش که شما تو سیگنال میتونین تنظیم بکنین. حالا جدا از مسائل فنیش، این نکته خیلی کلیدی به نظر برای الان مهم هستش که میتونین تنظیم بکنین پیام ها به صورت خودکار حذف بشن. تو واتساپ این اتفاق نمیفته، شما باید دونه دونه حذف بکنیم پیام ها رو. و اگه یه مدتی نمیدونم مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه بگذره از زمانی که شما پیام ارسال کردین، دیگه قابل حذف نیست از دو طرف. بنابراین بهتر از این چیزهایی مثل سیگنال استفاده بشه که ابزارهایی بهتون میدن که هر دو طرف رو امن نگه میده. متشکرم از شما امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین المللی حقوق بشر در نیویورک با ما. و اینجا در استودیو همکارم فرنوش امیرشاهی اخبار رو دنبال کردی. از تازه ترین ها بهمون بگو فرنوش. تجمعات و اعتراضات در شهرهای مختلف ایران کماکان ادامه داره. در بعضی از مناطق از جمله مثل مالیاباد شیراز گزارش شده که تیراندازی‌های انجام شده. گفته میشه که یک نفر هم اونجا کشته شده، ولی ما نمیتونیم در حال حاضر رو هنوز تایید بکنیم. در این حال دو شاهد عینی به بی بی سی گفتن که در بهبهان یک نفر کشته شده. همینطور قبلا دیروز در سیرجان هم به گفته فرماندار این منطقه یک نفر کشته شده بود. تصاویری که منتشر میشه در بعضی جاها تیراندازی میشه، برخوردهای صورت گرفته، واکنش حاکمیت داره بیشتر میشه نسبت به این اعتراضها. از جمله اینکه دادستان کل کشور اعلام کرده که این اعتراضها اون بخشش که خشونت آمیزه به گفته او در واقع گفته تحریک خارجی هاست و اینکه تهدید کرده که با اون برخورد میکنه. وزارت کشور هم گفته به گفته اونا شایع پراکنی ها در رسانه ها و فضای اجتماعی برخورد میکنن. به نظر میاد که بیشتر به درپی این هستن که از یک طرف بگن اگر اعتراضی وجود داره این اعتراض ها میتونه مسالمت آمیز انجام بشه، ولی یک بخش هم مرتب بر روی این تاکید میکنن که اینها داره خشونت آمیز میشه و اینها مسائلی است که داره به گفته اونها از خارج از ایران نشأت میگیره. اما به هر حال این تصمیم تا اینجای کار تأثیرش روی اقتصاد گذاشته. قیمت دلار امروز دوباره بالا رفته، بیش از 12000 تومان رسیده. شاخص بورس با اینکه در ساعت اولیه امروز رشد پیدا کرده بود، افت شدید پیدا کرده دوباره. در همینطور اینکه یک در واقع تمهیدات اندیشیده شده به ویژه در تهران برای اینکه بتونن اعتراض ها رو کنترل بکنن، از جمله اینکه بعضی
سینماها از جمله پردیس سینمای کوروش اعلام کرده که امروز بسته است به طور کامل. بعضی از دانشگاه از جمله دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد بیانیه داده و گفته که فردا کلاس‌های این دانشگاه تعطیله و همه اینها به نظر میاد که به نوعی واکنشی است به این تصمیمی که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گرفته شده. پیش از این دو تن از مراجع تقلید هم بیانیه داده بودن، خواسته بودن که از نظرش برگرده. الان هم آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه یک انتقاد نه خیلی صریح تلویحا گفته که شاید بهتر بوده اول افکار عمومی رو هماهنگ می‌کردن این سران سه قوه و بعد می‌اومدن تصمیم گیری می‌کردن و شاید حتی می‌شد یه راهکار دیگه برای جبران مشکلات دولت اندیشیده بشه به جای این تصمیم. نماینده های مجلس خب واکنششون دادن. یکی از نماینده های مجلس گفته بهتر اصلا مجلس رو تعطیل کنین، خودش یک جور اقتصاد مقاومتی خواهد بود. فردا جلسه قرار هست تشکیل بشه در مجلس، انتظار داریم که چه چیزهایی مطرح بشه؟ مجلس خب به هر حال بویژه این که انتخابات مجلس در پیشه در چند ماه دیگه و بسیاری از این نماینده ها هم خودشون قراره دوباره کاندیدا بشن، به همین دلیل واکنشی که نشون دادن واکنش بسیار شدیدی میشه گفت هست چه از تمام طیف های سیاسی مجلس. اونها گفتن که ما بی اطلاع بودیم، با ما مشورت نشده، این نظر غیر کارشناسی بوده. قرار شده که طرح و لوایحی فردا در جلسه علنی مجلس مطرح بشه، از جمله اینکه فراکسیون امید مجلس که فراکسیون نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالگرایان هست گفته ما یه طرح دو فوریتی یا سه فوریتی داریم برای اینکه از این تصمیم برگردن، و همینطور فراکسیون‌های مربوط به اصولگرایان هم قراره که فردا طرح‌هایی داشته باشن. از جمله احمد امیرآبادی گفته که یه طرح سه فوریتی داریم برای اینکه برگردیم به قیمت قبلی، یا چند تا طرح دو فوریتی مطرح شده برای اینکه یا مثلا قیمت‌ها تغییر بکنه یا بدون سهمیه بندی بشه. اما واقعیت اینه که به هر حال همونطور که خانم سلحشوری گفته، مجلس که گفته مجلس در رأس امور نیست، مجلس در این سالهای گذشته به تدریج داشته میبینیم که در برهه‌های مختلف زمانی اون جایگاه قانونی رو که باید داشته باشه نداره. مثلا در مورد پرونده هسته‌ای ما این رو دیدیم که بدون اینکه این تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای بیاد از دریچه مجلس بگذره تایید شد و اجرایی شد به سر انجام رسید. در همین موضوع هم به هر حال این تصمیمی هست که شورای عالی اقتصادی کشور گرفته که متشکل از سران سه قوه، یک نهادی که در قانون براش تعریف نشده هیچ جایگاهی، یک نهاد بالادستی رهبر جمهوری اسلامی دستور تشکیل اون رو داده و باز هم مجلس دور زده شده و در نتیجه به نوعی مجلس بی اثر شده. اگر این تصمیم نظام باشه، تصمیم حاکمیت باشه، شاید مجلس نتونه که طرح و لوایحش رو به نتیجه برسونه. باید ببینیم که فردا در مجلس چه اتفاقاتی در این حوزه خواهد افتاد. فرداش پیشتر هم در برنامه مهمانی داشتیم که گفته می‌شد که به هر حال این سیاست غلطی بوده در مورد مثلا قیمت سوخت در ایران و نوعی که مردم سوخت خریداری می‌کردن با قیمت‌های پایین و باید در شرایطی در یه وضعیتی بالاخره یه جایی باید عوض می‌شد. اما آیا این زمان مناسب بود و اصلا می‌تونیم بگیم که هیچ وقت زمان مناسبش فرا می‌رسید؟ ما با مسئله بنزین در ایران بیش از 30 ساله که دست به گریبان، 3 دهه است که این موضوع داره مطرح میشه. در دولت‌های مختلف میان عنوان می‌کنن که بیایم تکلیف قیمت بنزین رو مشخص کنیم، آزادش کنیم. یه کارهایی هم میشه که شده، از جمله اون اتفاق‌هایی که در دولت آقای احمدی نژاد افتاد با سهمیه بندی که اون زمان هم اعتراض‌های خیابانی به دنبالش و زود به برگشتن از تصمیمشون، ولی هرچند که سهمیه بندی ادامه داشت تا اینکه اتفاقا خود آقای روحانی، دولت آقای روحانی بود که در سال 95 تصور میکنم اگه اشتباه نکنم سهمیه بندی رو برداشتن و گفتن اصلا این تأثیری نداره. اما آقای روحانی هم 6 سال به هر حال زمان داشته برای اینکه بخواد در این مورد تصمیم گیری بکنه، اجازه این کار رو هم داشته، مجوز لازم رو هم داشته و میتونست این کار بکنه. بسیاری از اقتصاددان ها هم بارها این نکته رو به دولت آقای روحانی هشدار داده بودن که باید
در این مورد فکر جدی بکنیم برای اینکه راه قاچاق بنزین بسته بشه، برای اینکه جلوی رانت ها گرفته بشه. اما در نهایت به جای رسیده به دلیل شرایطی که در حال حاضر ایران درش قرار داره، چه به لحاظ تحریم های بین المللی، چه به لحاظ فشارهای داخلی، به نظر میاد این تصمیم در این برهه زمانی به نوعی شاید بشه گفت اثر ناچاری بوده. به جای رسیدن که دیدن این آخرین تصمیمی هست برای اینکه بتونن با تحریم ها مقابله بکنن و برای اینکه بتونن بودجه ای رو که به زودی دولت باید تحویل مجلس بده و ببنده، بتونن اون بودجه رو براش تامین منبع بکنن. هرچند که خب دم انتخابات، هرچند که به هر حال اون بدنه اجتماعی دیگه خیلی اعتمادی به دولت و به عمل کردش نداره، ولی با همه اینها نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی تمام این ریسک ها رو پذیرفته و حاضر شده که چنین تصمیمی رو بگیره. همین نکته خیلی مهمی هست به موضوع نزدیکی به انتخابات اشاره میکنه. این چقدر تأثیر ممکنه بگذاره بر انتخابات پیش رو؟ از جنبه‌های مختلف میتونه تاثیر بذاره. اول اینکه خب نشون داده میشه همین الان عملکرد مجلس رو ما میتونیم ببینیم که کاملا بی اثر بوده، یعنی کنار گذاشته شده در فرایند این تصمیم گیری. با اینکه مجلس در سالهای گذشته، مجلس دهم چندین بار با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرده بود، با طرحهایی که ارائه شده بود مخالفت کرده بود، بدنه مجلس مخالف این موضوع بود، ولی به هر حال الان در یک نهاد دیگری و به شکل دیگری این تصمیم گرفته شده. در نتیجه خب جایگاه مجلس بیش از گذشته زیر سوال رفته. این باعث میشه که خب بسیاری از رای دهندگان به این فکر کنن که خب برای چی باید بیان در انتخابات مجلس شرکت بکنن وقتی که اون جایگاهی که در قانون برای مجلس تعریف شده ممکنه براش وجود نداشته باشه. از طرف دیگه آقای روحانی با تصمیمی که گرفته شده و به هر حال مجریش دولت هست، به نوعی باز هم اعتبار خودش رو زیر سوال برده و شرایط رو برای خودش در انتخابات سخت‌تر کرده برای اینکه بتونه نظر رای دهندگان رو جلب کنه که بیان به اون بار دیگه به جریان فکری و سیاسی و بار دیگه اعتماد بکنن و بخوان پشت سر او قرار بگیرن و رای بدن در این انتخابات به همین جریان. به همین دلیل معادلات سیاسی رو پیچیده‌تر می‌کنه و انتخابات مجلس رو غیر قابل پیش بینی تر از گذشته. متشکرم از تو فرنوش اینجا در استودیو. باز در ادامه برنامه ها به تو برخواهیم گشت و اساس ترین ها از آنچه که در ایران میگذره از تو خواهیم پرسید. اما بیننده های بی بی سی فارسی از سراسر ایران ویدیوهایی رو در ارتباط با اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین برای ما ارسال کردند. اجازه بدید که این تصاویر رو ببینیم که از تهران برای ما ارسال شده. که دوم سالگیه استفاده از گاز اشکاور برای متفرق کردن مردم. Thank you.
تصاویر از تهران برفی بود امروز. پویا قربانی اینجا در استودیو همکارم با من هست، شبکه‌های اجتماعی رو پیگیری کردی، بیشتر بهمون بگو واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی چه بوده پویا؟ واکنش‌ها به تبع ویدیوهایی که داره از به قولی کف خیابون به شبکه‌های اجتماعی میرسه متفاوت است. در چند ساعت گذشته ویدیوهای بسیار واضحی داریم از همونطور که پخش کردیم از بهبهان و همینطور ویدیویی داریم از جاده تهران ساوه در نسیم شهر، نزدیکی نسیم شهر، که حکایت از شلیک مستقیم نیروهای پلیس به معترضان رو داره. عکس‌ها و ویدیوهای زیادی ما دریافت کردیم. ویدیوهای دلخراشی هست. بیشتر زخمی‌ها از ناحیه کمر به بالا مورد هدف قرار گرفتن. این در حالیه که یکی از مقامات پلیس گفته بود که اجازه شلیک مستقیم به معترضین رو نداشتن نیروهای انتظامی. در تهران، در چندین نقطه تهران، در غرب تهران، آریا شهر، فلک دوم صادقی و همینطور در خیابان شریعتی برخورد پلیس با معترضین رو دیدیم. در خیابان شریعتی در نزدیکی ایستگاه مترو خیابان شریعتی تصویری هست که نشون میده که نیروی پلیس تقریبا مستقیم داره گاز اشکاور رو با کلت به سمت معترضا شلیک میکنه. این در حقیقت تغییری که در مدل برخورد پلیس با معترضین شکل گرفته، بازتابش در شبکه‌های اجتماعی هم به شکل مخصوصی دیده میشه. تا قبل از اون، یعنی تا دیروز، بعضی از کاربرا بودن که به نوعی داشتن تحییج میکردن سایر مخاطبانشون رو، یا از تقاضا میکردن در حقیقت از مردم که به هر حال واکنشی به بنزین نشون بدن و به هر حال استدلال هایی داشتن این مخالفان افزایش قیمت بنزین، مقایسه هایی میکردن مثلا با فرانسه، قیام جلیقه زرد ها که یک سالگیش رو شاهد هستیم، و همینطور مثلا اعتراضات در لبنان که جرقش از در حقیقت اون مالیاتی که برمیخواست بر تماس های واتسپی دولت اعمال کنه شکل گرفته بود. اما الان وقتی که در حقیقت در شبکه های اجتماعی دیده میشه که مردم در خیابون ها به اعتراض برخواستن، این مدل، حالا من اسمش رو میذارم نق زدن توییتری، خیلی کمتر شده. یعنی این تبدیل شده به یک نوع تمجید کردن از کسایی که حالا دارن شجاعت به خرج میدن و اعتراضشون رو، اون دسته از معترضینی که اعتراضشون رو دارن نشون میدن. اما در این حال کسایی هم هستن که از وقتی که افزایش قیمت بنزین رخ داد، همگام با مقامات ایران در حقیقت استدلال های اونها رو سعی میکنن پشتیبانی کنن با استدلال های خودشون، از جمله مثلا اینکه افزایش قیمت بنزین در بلند مدت کمک میکنه به اینکه جلوی قاچاق سوخت گرفته بشه، اینکه ممکنه بتونه به در حقیقت با این طرحی که دولت داره که بتونه از درآمدی که از این راه کسب میکنه به عده‌ای هدفمندتر سوبسید بده، همونطور که حالا مهمونا در امروز به تفصیل اینو در حقیقت بهش پرداختن. اما همین خط مش در شبکه‌های مجازی هم دنبال میشه. اما چیزی که اتفاق افتاده تازه های امروز، من دیدم که خیلی ها اشاره کردن، همونطور که چند دقیقه پیش با کارشناسم صحبت کردیم، که اینترنت موبایل به شدت دچار اختلال و محدودیت هست و همینطور در حقیقت ما ویدیوهایی که دریافت میکنیم بیشترشون از مخاطبایی هستن که برگشتن به خونهشون و از اینترنت خونهشون، از برادبند خونهشون استفاده کردن. و در مورد این موضوع مردم صحبت کردن که یه دی پیامک هایی دریافت کردن مبنی بر اینکه حضورشون در این تجمعات اعتراضات غیر قانونی بوده؟ من چیزی ندیدم، ولی این موضوع در حقیقت اولین بار نیست اگر اتفاق افتاده باشه. در تجمعات خیلی خاص‌تر نیروهای امنیتی ایران به معترضان و نام‌های شناخته شده و کسایی که سابقه حضور در حقیقت رویدادهای خاصی رو داشتن، این رویه رو در پیش گرفتن. اما من تا اینجا که قبل اینکه بیام تو استودیو چیزی در این خصوص ندیدم. حالا میرم نگاه می‌کنم ببینم اگر این مورد بوده
در بولتنه بعدی اشاره میکنم. اما گستردگی اعتراضات هم یکی از چیزایی که امروز خیلی بهش اشاره شده. ما دیروز جنوب ایران رو داشتیم، اهواز رو داشتیم که برخوردهایی توش اتفاق افتاده بود، اما امروز تقریبا میشه گفت از چهار گوشه ایران ما محتوایی داریم دریافت میکنیم مبنی بر اینکه اعتراضات مردمی به قضیه گران شدن افزایش قیمت بنزین در حقیقت رخ داده. از خود تهران، در حقیقت شهرک های اقماری تهران. حالا یکی از چیزهایی که بد نیست اینجا اشاره کنیم اینه که اتفاقا این شهرک های کنار شهرهای بزرگ جزو ساکنان این شهرک ها جزو اولین کسایی هستن که تأثیر مستقیم میگیرن از افزایش قیمت بنزین. کسایی هستن که برای کارشون از محل سکونتشون که دور از در حقیقت محل کارشون هست مجبورن هر روز کرایه رفت آمد بپردازن، مثلا در کرج، مثلا در همین رودهن و بومهن یا شهرک های دیگه در اطراف مثلا شیراز. این ساکنان این مناطق جز اولین کسایی هستن که این تأثیر رو درک خواهند کرد، هرچند که رئیس صنف تاکسیرانی و همینطور من دیدم دیشب تاکسی های اینترنتی سنپ و تپسی اعلام کرده بودن که در پی این افزایش قیمت فعلا اونها افزایش کرایه نخواهند داشت. اما خب خود همین افزایش قیمت بنزین هم تا چند ساعت قبلش تکذیب میکردن مسئولین، ولی خب یک دفعه اعمال شد. متشکرم از تو پویا قربانی اینجا در استودیو با ما. سعید آگنجی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی فنلاند با ما هستن. آقای آگنجی، آیا وقتی که پای اعتراضات معیشتی در ایران به میان میاد، آیا تفاوت می‌بینیم در مقایسه با اعتراضاتی که مردم در ایران به مسائل مدنی خودشون دارند به نظرتون؟ بله، در حال حاضر جامعه ای که در خیابان ها هست و ویدیوهایی که داره منتشر میشه بیانگر این هست که طبقه متوسط و طبقه ضعیف جامعه هست که معترض به این موضوع هستند و اگر حتی هدف، میشه گفت هدف نظام در افزایش قیمت بنزین به دلیل اینکه این تصمیم توسط رأس نظام گرفته شده، چون شورای هماهنگی اقتصادی با نظارت رهبر ایران هدایت میشه و تصمیمات اون مورد تایید رهبر ایران هست، و به خاطر همین این اعتراضات نشون میده که مردم نگران این هستند که علاوه بر اینکه این افزایش قیمت های بنزین باعث افزایش و گرانی کالاهای دیگه بشه و حتی خود دولتی ها، یعنی همین امروز وزیر صنعت معدن تجارت هم اطمینان نداشت که افزایش قیمت کالاها صورت نمیگیره، در صورتی که زمانی که این کلیت ماجرای افزایش قیمت بنزین شاید عملی درست بود، ولی باید پیش زمینه ها و پارامترهایی رو اجرا میشد، از قشر ضعیف و قشر متوسط حمایت های انجام میشد. مثلا در حال حاضر معتقد هستند که علاوه بر یارانه ها یک بسته حمایتی داده میشه، در صورتی که یارانه بخش زیادی از کارمندان دولت قطع شده و این گونه نیست که صرفا اونها یارانه دریافت کنند، و این 18 میلیون خانواری رو که عنوان میکنن به نظر من کمی اغراق میکنه حالا توسط آماری که داده میشه. اما جامعه ای که در خیابان ها هست قشر منفه نیست، یعنی حتی اگر هدف کمک کردن به قشر ضعیف جامعه یا معیشت قشر ضعیف یا قشر متوسط جامعه باشه، سران قوا یا رأس نظام به این هدفشون نرسیدن با این افزایش قیمت، یعنی که درست اجرایی نشده، اما اعتراضات نشون میده، یعنی اعتراضاتی که توی خیابان ها هست و افرادی که در خیابان ها هستن و دارن اعتراض میکنن کاملا بیانگر هست از کدام طبقه هستن. به نظر من در حال حاضر نه تنها این اعتراضات به افزایش قیمت بنزین هست، بلکه اعتراضات نسبت به معیشتی هست که حالا در اثر تحریم ها اتفاق افتاده، باعث شده که جامعه تحت فشار قرار بگیره از نظر اقتصادی، از نظر حالا مسائل دیگه تضعیف بشه، اما همه اینها دست در دست هم داده و این فشار رو بر روی جامعه فوران کرده و در حال حاضر به خیابان ها اومدن
و اعتراض خودشون رو نسبت به اون کلیت نارضایتی که نسبت به معیشتشون دارن، حالا تحت عنوان افزایش قیمت بنزین، دارن بیان میکنن. به نظر من اگر حاکمیت دست به اصلاحات نزنه، یعنی دست به اصلاحات ساختاری در بحث اقتصادی نزنه و کاری نکنه که حمایتی صورت بگیره از بخش ضعیف جامعه، با توجه به اعتراضاتی که داره حالا انجام میشه، حتی برخوردهایی که خشنی که از طرف نیروی انتظامی داره صورت میگیره با ماشین‌های ضد شورش، ماشین‌های افراد رو تخریب میکنن، در صورتی که باید این رو در نظر بگیرن که این افرادی که در خیابان هستن بیشتر از طبقه متوسط و ضعیف هستن و شاید این ماشین امرار معاشی برای اونها باشه و این تخریب ماشین‌ها باعث میشه که به این جامعه فشار بیشتر بیاد و این بحران تشدیدتر بشه. و به نظرم اصلاح طلب‌ها حتی اگر در مجلس تصمیم دارن که جلسه فوق‌العاده‌ای رو بگیرن مبنی بر کاهش قیمت بنزین و اینها، به نظر من موفق نخواهند شد، به دلیل اینکه تصمیم افزایش قیمت بنزین از رأس نظام گرفته شده و همون گونه که مهمان‌های قبلیتون و کارشناس‌های قبلی هم گفتن، زمانی که این تصمیمات از رأس گرفته میشه مخالفت با اونها بسیار سخت هست و حتی اصلاح اونها هم بسیار سخت‌تر میشه. این که اشاره میکنید که روحیه این اعتراضات، اعتراضاتی که معیشتی هست و اقتصادی، با اعتراضات مدنی فرق میکنه و همینطور جمعیتی که به خیابان میان، چقدر اون وقت این تفاوت رو در برخورد دولت و حاکمیت میبینیم؟ آیا هراس کمتری از چنین اعتراضهایی وجود داره در مقایسه با اعتراضهای مدنی که قشر طبقه بالای متوسط یا مرفه رو به خیابان ممکنه بکشه؟ به نظر من اتفاقا هراس بیشتری برای حاکمیت داره، به دلیل اینکه طبقه متوسط و طبقه ضعیف جامعه اکثریت رو تشکیل میدن و در حال حاضر هم فشارهای اقتصادی برای اونهاست، یعنی که حتی افزایش قیمت بنزین به طبقه مرفه فشاری رو وارد نمی‌کنه و در اصل میشه گفت حتی اعتراضات مدنی از طرف دانشگاه‌ها صورت می‌گیره، از طریق دانشجوها صورت می‌گیره. درسته در حال حاضر حمایت‌هایی هم انجام دادن، اما اعتراضات کنونی اعتراضات به معیشت جامعه هست، یعنی که اعتراضات سرپرست‌های خانواده‌ها هست که دیگه توان این رو ندارن که مثلا خانواده‌ای رو مدیریت کنن به دلیل شرایط اقتصادی، یا فشارهایی که به اونها وارد شده در حال حاضر باعث این انفجاری شده که در حال حاضر در خیابان‌ها می‌بینیم و گسترش اعتراضات شده. به نظر من این خطر بزرگتری برای حاکمیت هست و قطعاً خودشون هم می‌دونن که این بحران بسیار، در صورت تشدید شدن، بسیار بحران خطرناکی برای کلیت نظام خواهد بود و امیدوار هستم در ظرف روزهای آینده یا مجلس به هر حال بتونه اصلاحیه‌ای در قیمت سوخت اعمال کنه و بتونن قیمت رو کمی کاهش بدن یا حتی قیمت رو به قیمت قبل برگردونن تا این فشار روانی که روی جامعه هست کاسته بشه و مردم بتونن با خیال آسوده‌تری، با وجود اینکه سختی‌های بسیاری رو در اثر تحریم‌ها دارن تحمل می‌کنن، با خیال آسوده‌تری زندگی رو بگذرونن. به هر حال باید این رو هم آقای آگنجی فراموش نکنیم که این اعتراضات به وضعیت معیشتی هست، ولی همین مردم هستند که به هر حال کار و زندگی خودشون رو تعطیل میکنن، اتومبیل ها در خیابان متوقف میشن و به هر حال هر روزی که اگر این اقشار کم درآمد که در خیابان هستند سر کار نرن، بیشتر فشار بهشون وارد میشه. بله این درست هست، ولی ما باید این رو در نظر بگیریم زمانی که یک فردی به نقطه آخر میرسه، یعنی نقطه‌ای که حالا از نظر فشارهای اقتصادی، فشار اقتصادی تنها بر این نیست که معیشت رو به خطر بندازه، از لحاظ روانی هم این فشار وارد میشه و وقتی که این وارد میشه اونها دیگه قید همه چیز رو میزنن، یعنی اینکه حاضر هستن برای اینکه وارد خیابان‌ها بشن، برای اینکه اعتراضشون به نتیجه برسه، برای اینکه وضعیتشون، با تصور اینکه وضعیت شون بهتر بشه، وارد این کارزار حالا تجمعات و تظاهرات بشن. به نظر من این تجمعات گسترده تر خواهد شد، درست فشار بیشتری به اونها میاد، هرچند این رو باید تأکید کنم قشر کارمند، مثلا افرادی که کارمند هستن، معلم هستن یا افراد دیگر، به دلیل ترسی که از برخورد نهادهای مجری دارن مجبور هستن در سر کارهاشون حاضر بشن و اونها هنوز به این تجمعات نپیوستن، یعنی که هنوز این تجمعات اون گستردگی زیادی
زیاد رو پیدا نکرده که بشه گفت طبقه متوسط هم به این تجمعات پیوستن. درسته شاید که حالا در اثر اون ترافیک هایی که به وجود آمده این طبقه متوسط هم همراهی کردن در این تجمعات حضور پیدا کردن، اما به هر حال باید این رو در نظر بگیریم هنوز اونها به خیابون نیامدن و این خطر هنوز ایجاد نشده. در صورتی که اگر طبقه متوسط به طبقه ضعیف جامعه بپیونده و اعتراضات شکل گسترده تری رو بگیره، قطعا حاکمیت دچار بحران شدیدی میشه و کنترل کردن این اعتراضات از دستش خارجه. در حال حاضر با برخوردهای خشن، با برخوردهایی که حالا در روزهای گذشته فکر کنم یک کشته هم داشته، در حال حاضر تصور این رو دارن که میتونن این رو کنترل کنن و این تجمعات و تظاهرات رو به هر حال در نطفه خفه کنن. اما اگر که این گسترده تر بشه قطعا یک بحران جدی برای حاکمیت و کلیت نظام خواهد بود. تجربه های گذشته چه چیزی رو نشان داده اینکه چنین اعتراضاتی تونسته بخشی از خواسته های مردم و معترضانی رو که به خیابان میان برآورده بکنه؟ تجربیات گذشته بیشتر اعتراضات مدنی تاثیرگذار بوده، مانند سال 88 که این اعتراضات در شکل خیلی گسترده‌ای صورت گرفت و حتی، ولی بس اینجاست که شاید اون هدف اصلی رو این تجمعات بهش نرسیده بودن، ولی هزینه بسیار سنگینی رو روی دست حاکمیت گذاشتن. یعنی که تعداد کشته هایی که داشتن، تعداد بازداشتی ها، اتفاقات گسترده‌ای که بعد از این تجمعات رخ داد. اما به هر حال مثلا اگر بخوایم ما تجمعات سال 96، هرچند که تجمعات سال 96 بسیار بحث و ابعاد گسترده‌ای داره و صرفا نمیشه گفت تجمعات معیشتی بوده، اما اگر حتی بخوایم اون رو هم در نظر بگیریم، همه اینها هزینه برای حاکمیت داشته. در نتیجه باید این رو در نظر داشت که این تجمعات حتی اگر به هدف اصلی خودشون نرسه، رفته رفته موجب تضعیف کلیت حاکمیت خواهد شد و باعث خواهد شد در یک نقطه‌ای حاکمیت دچار بحران غیر قابل کنترل شه. بیشتر بحران‌هایی که در حال حاضر به وجود اومده به دلیل اینکه معیشتی نبوده، یعنی بیشتر بحران‌های مدنی بوده، مثل انتخابات یا موضوعات سیاسی بوده یا هر چیز دیگه، حاکمیت تونسته اون بحران‌ها رو کنترل کنه به دلیل اینکه اقشار ضعیف کمتر حتی به اعتراضات مدنی پیوستن. اما در اعتراضات معیشتی بسیار گسترده تر میشه حجم اعتراضات و قاعدتا کنترل اون هم و هزینه اون حتی برای حاکمیت هم بالاتر خواهد رفت. متشکرم از شما سعید آگنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از هلسینکی در فنلاند با ما. شما بیننده پوشش ویژه ما هستید در بی بی سی فارسی. از تحولات ایران لحظه به لحظه، با تحولات گران شدن بنزین و اعتراضاتی که در شهرهای مختلف ایران به این موضوع داشته، درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در بعضی از مناطق در ایران گزارش شده، در شهرهای مختلف مردم به خیابان آمدن. در تهران برفی امروز خیلی از جاده ها شاهد ترافیک بودن، خیلی از راننده ها اتومبیل های خودشون رو پارک کردن در اعتراض به افزایش قیمت بنزین. در برخی دیگر از شهرها از خشونت و درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان خبر رسیده. از معالی آباد شیراز در پی اعتراض ها به افزایش قیمت بنزین گزارش ها حاکی از کشته شدن یک نفر در اثر تیراندازی. در ساعت پایانی روز پنج شنبه دو روز پیش اعلام شد به صورت ناگهانی که بنزین به شکل سهمیه بندی عرضه خواهد شد و صبح جمعه حسن روحانی در پاسخ به انتقادها گفت که دولت به دلیل کسری بودجه دست به این کار زده و میخواد دست به دلیل کسری بودجه نبوده که این کار رو کرده، بلکه میخواد درآمد ناشی از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین رو به 60 میلیون ایرانی بازگردانه. شما شاهد پوشش ویژه ما هستید اینجا در بی بی سی فارسی. در ادامه برنامه های خبری هم با شما خواهیم بود. لطفاً با ما بمونید با تازه ترین ها از این اخبار در ایران. متشکرم که در یک ساعت گذشته با ما بودید.